خب ما دسته دوم رو هم تموم کردیم، نشانهای درون حامل. وارد دسته سوم خواهیم شد که نشانهای بیرون حامل هستن. ارسلم اینا خودشون دو دسته هستن، اونایی که شکل و قرارداد در نیست، اونم که لغتن ایتالیایی هم هستن بیشتر. فعلا در مورد بیرون از حامل اسمشو گذاشتیم، شکلی و قراردادی و اینا بحث میکنیم. یکی دیگه اقام میبینید که شما یه دونه اینجور کمان میکشن، توش یه نقطه میذارن، هرگاه روی نوتی معمولا در انتهای قطعه این اتفاق میفته، چون انتهای قطعه یک سکوت خیلی طولانی داره که صدا فید بشه از بین بره دیگه، یا یه قسمت مهمی از آهنگ که بالاخره میخواد یه مکس زیادی بیفته توی یک نوتی، اینو بالای نوت گذاشتن بالاش میذارن، مثلا این نوتی بود اینو بالاش گذاشتن، یعنی که دیرند اون نوت و طول این دیگه با فرکانس نوت کار نداره، داره مدت زمان نوت رو تغییر میده. نوت واره ها خب با فرکانس بالا پایین زیرو بمی کار داشتن، ولی این دیرندشو منشون حالت توقف یا به هر حال کم شدن سرعت دو برابر، دست کم به دو برابر، حالا شما میتونید حستون بیشتر از دو برابر باشه، روی سکوت هم میتونه قرار بگیره، یعنی اگه سکوتی دید که این بالاش بود یعنی دو برابر باید اون سکوت رو ادامه بدید. و نقطه این دفعه نقطه ای که زیرش یا بالاش باشه، نه جلوش. جلوش که خب بحث دوباره دیرنده که یکونیم برابر میکنه، کمچه که میبینید نشانه ها گاه در صورت لزوم در درون حامل گذاشته میشه، چون ما گفتیم اینا بیرون حامل هم دستبندی چندان جالبی نیست شاید، ولی خب خودش هم این نقض میکنه، میگه اینا بیرون حامل هم ولی گهگاه اینا توی حامل نوشته میشن. حالا برس، ولی از اونجایی که این در این لحظه نیز در جایی ویژه از حامل جای ندارد و تابع نوت‌های درون حامل است، میتواند نشانه بیرون از حامل دانست. حالا زیاد مهم نیست. حالا اصلا این وقتی شما گذاشتن روش رو بهش میگن استاکاتو، اصلا اسم این نوت که پا بالا یا پایین نوت قرار میگیره بسته به اینکه این دنبالش کدوم وری باشه، نوت رو به صورت مقطع و بریده که تقریبا ارزشی، بازم بستگی به حس و حال خودتون داره، باز من شما ارجاع میدم به قسمت ابتدایی مومنت میوزیکال که اون آکورد اولی به صورت استاکاتو اجرا میشه، یا توی ترکیش مارچین وجود داره به صورت استاکاتو اجرا میشه. این نوت شما نصف زمان رو اجرا میکنید، نصفش رو سکوت میکنید، به جای اینکه دقیقا عکس اون اتفاق، این اجرا توی بحث پیانو خیلی راحته، یعنی مشکل ما لگاتو اجرا کردنه، یعنی من باید جوری این نوت ها رو بنوازم که هیچ سکوتی بینش نیفته، انگشتم وقتی فشار میدم اون یکی رو بر میدارم هیچ مکسی نباید بینش بیفته. خیلی وقتا ما مشکلمون اینه که لگاتوها استاکاتو اجرا میشن، که چیزی که نباید اینجوری اجرا بشه اینجوری اجرا میشه. اینو خیلی تو بحث نواختن پیانو دقت کنید، این جزء دشواری های نواختن پیانو است. مقطع و بریده اجرا میشه، بقیه دیرند نوت به سکوت برگزار میشود. این طرز اجرا استاکاتو مینامند. اگر این نشانه بر روی نوت های نمونه مثلا اینجوری قرار بگیره، نظایر آن قرار گیرد، در روش خلاصه نویسی به این همه جور خلاصه نویسی است دیگه، نگه شما یه چنین چیزی 4 تا نوت بالا 4 تا نقطه بالاش بود، یعنی به این صورت باید بنوازین، یا اگه زیرش بود به هم خود اینم حالا دقیقاً نصف باید بکنین، یه سلا چنگ سکوت، سکوت سلا چنگ، دوباره همجوری الاغه 198 ب رو الان برای مثال اگر نگاه کنیم، برگردیم به 198 ب، شکل 198 ب، این نوتی که بین دو و می بود من به این صورت نقطه دار نواختم و صورت خلاصه نویسی در حقیقت بود، اگر به این حالت نوشته، چون هر کدوم از اینا یه نقطه میخورن، من چه بس سه تا نقطه بذارم بالاش، یه نقطه جلو که اصلا ربطی به این نداره، این به دیرند اون بالایی آخر، هر کدوم از اینا سه تا استاکاتو هست روش. اگر برای نوت های نقطه دار خط اتحاد یا اتصال گذاشته شود با ارزشی اندکی بیش از نصف، تقریبا دو سوم یا سه چهارم اجرا خواهند شد و باز سقوط خواهند، یعنی حالا برای اصلا این تناقض داره دیگه، ما وقتی میخواستیم لگاتو اجرا کنیم خط رو میذاشتیم خط انحنا، حالا میگه اگر که دیدید که استاکاتو بود روش خط بود، یعنی مقداری که شما باید بنوازید یکم بیشتر از یک دوم باشه و سه، حالا جا بیش از نصف، دو سوم یا سه چهارم دیگه بستگی اون حال و هوای نوازنده داره، چون اینا چیزی نیست که
نوشته شده باشه توی رسم الخط موسیقی. نوازنده اینجا میتونه همون داستانی که من در ابتدا اشاره کردم. نقطه دراز یا نقطه میخی که اینجوری شبیه میخه دیگه، اینا قرار میدن دیرند هر نوت که در بالا شبیه نقطه است، ولی دیرند هر نوت که در بالا یا پایین نشانه قرار بسیار اندک، حد اکثر یک چهارم خواهد شد. یعنی من اگه استکاتو بذارم نصف نوت حفظ میشه، نصفش سکوت میشه. اگه خط بالاش خط تاد و اتصال و اینا بذارم، تقریبا به دو سوم یا سه چهارم اجرا افزایش پیدا میکنه. و اگر که اینجور میخ بذارم، یعنی خیلی کوتاه، در حد یک چهارم باید اجرا بشه. استاکاتیسیمو بهش گفته میشه. ویژه اجرا در سازهای زهی، اگه ساز زهی باشه، این همون نکته ایست که اشاره کردم که اینا مربوط به علائم خاص هر ساز، من با این قسمت نمیخوام واقعا کار کنم، ولی اینجا چون اشاره کرده حالا میشه خون. اگه ویالون باشه، در تکنیک نوازندگی ویالون، امروزه به هم اسپیکاتو حالا احتمالا میگوین، نوازنده ویالون در این اجرا آرشه رو مانند فنر روی، شاید دیده باشید این حالت، میزنه روی سیم فنر، آرشه پران بهش مثل این که گفته میشه. و یه حالت دیگه است که این زیاد بهش اشاره نکرده، همین یه جمله رو نوشته ولی رو شکل آورده اینجا. اگر روی نوتا خط افقی کوتاهی گذاشته شود، همونجوری یعنی خط افقی اینجا هست، بهش میگن تنوتو، اون آوردم حالا اینجا. برخلاف نوتای نقطه دار با نمودی بیشتر و با همه ارزش زمانی خیش، یعنی داره تاکید میکنه که استکاتو اصلا اجرا نکنید. نشانه های تاکید، این همونی است که عرض کردم توی سنتور اگه باشه مضراب چپ و راست میشه. حالا هفتم دارن، هشتم دارن، یا اینجوری میذارن افقی میذارن، یا به صورت همینجوری هشت مینویسن، که این نشانه های تاکیده. آن نوت گذشته از موقعیتش در میزان مؤکد، ممکنه رو ضرب قوی نباشه، اگه اینو بزن کار ندارم کجای وزن آهنگ هست، مؤکد اجرا میشه. دگرگونی مصنوعی تاکید را به شکل مصنوعی، من دارم تاکید میذارم روی یک نوتی، بهش آگوژیک گفته میشه. این اصطلاح را بیشتر از زمانهایی که تاکید با جمله موسیقی بستگی یافته به کار میبرند، که حالا مورد 67 هم میتونید نگاه کنید کتاب اگر داشته باشید، دیگه ازش رد میشیم. و موارد کاربرد خط اتصال هست، این نشانه ها، این نشانه که حالا مستثنا هستید باهاش، گذشته از کاربردهایی که پیشتر گفته شد، خب من ویدیو راجع بهش ضبط کردم. یک، هر قسمت مستقل از یک جمله موسیقی ممکن است دارای خط اتصال باشد. این داره میگه اینا با همدیگه هستن، مستقلن از این یه جمله موسیقی است که اینا با همدیگه هستن، اینا هم با همدیگه هستن. در موسیقی آوازی یه کاربرد دیگه هم داره، گروهی از نوت ها گاه با یک هجای کلام سروده میشوند، با یه هجا هستن، یعنی اون بالا پایین. تو موسیقی ایرانی هم خب این خیلی هست، یعنی شعر کمه ولی ملودی بیشتره، یعنی مجبور هستی اون ملودی رو با یه هجا ادامه بدید. در آهنگ آوازی پایین برخی لحظه خط اتصال با همین کاربرد به کار رفته است، که این دوستانی که حالا شعر هم اینجا نوشته شده دیگه چگونه است. در بحث تلفیق شعر و موسیقی این خیلی اهمیت داره. در موسیقی آوازی و گاه سازی این کاربرد دیگه، در سازهای بدون پرده بندی مثل ویالون که امکان اجرای روبه پرده موسیقی ایرانی را به ما میدن، به جای آن که به نوتی به فاصله دور و بیشتر به سوی بالا پرش کنیم، این هم همین خط دیگه، دقیقا میبینی خط، همین خطی که اینجا بود، یه مجموعه رو جدا میکنه، اینجا هم باز داره یه مجموعه، این آوازی. الان سومی بین دوتا نوتیه که معمولا یکی بالاتره، وقتی که مثلا گیتار اینجوری نیست، اون فرت گیتار خب روش چیز داره، نمیتونید شما دستتون رو بلغزونید روی فرت بورد، ولی به جای اینکه نوتی با فاصله دورتر به سوی بالا معمولا پرش کنیم، گاه به سوی ها میلغزیم، یعنی به صورت پیوسته دستمون رو به صورت منقطع قرار نمیدیم روی اون بوردی که هست و میلغزانیم. توی پیانو هم این کارو میکنن، اگه دیده باشید اینجا با پشت دستشون روی شاسی ها میکشن تا برسن به اون نوتی که هست، میلغزیم. این حرکت در برخی از شیوه ها به یاری خط اتصال و در برخی دیگر با این نشانه هم هست دیگه، اینم من دیدم خیلی اتفاقا، این بیشتر رایج اتفاقا که اینجوری خط کج میکشن، این یا هم اینجوری مینویسن و اینا گلیس مینویسن، من اینو ندیدم، بیشتر اینو من دیدم. این نشونه شما باید نوت ها رو پشت سر هم بنوازین به سوی میلغزیم. این حرکت در برخی از شیوه ها به یاری خط اتصال فنی شده آن پورتامنتو خلاصه گفته میشه. و اجرای لغزشی در سازهای دارای پردبندی ثابت، یعنی نوت ها منقطعن، فرکانسشون مثل ویالون نیست که وقتی شما دستتون رو میارید همه فرکانس ها نواخته بشن، با همون برقضیه دقیقت مشخص میشه، ولی گفت نحوی اجراش همون نفته ایست که عرض کردم. تو این حالت نوازنده از نوت سول پایین با لغزش به سوی سول بالا باید از همه اصوات میانی بگذرد
و نوته اخیر را با اندکی تأکید آخری رو اجرا کنه، روش یه مکسی بکنه، یعنی همین جوری هم دیگه شانسی نیست. مورد بعدی نشانهای تدریجی است که ما تو بحث نشانهای بیرون حامل هستیم و داریم بحث کرشندو و دیکرشندو و اینا رو الان بحث میکنیم که قوی کردن و ضعیف کردن تدریجی صدا خیلی پر استفاده هست دیگه. این قضیه طی درازهای مشخصی از یک میزان تا یه جایی قرار هست بشه تر به تدریج صدا شدید بشه، که اگه باز بشه دهانش یعنی خب بزرگتر داره میشه، صدا شدیدتر میشه، باید محکمتر کلاویه ها رو بزنید. قوی کردن تدریجی باید این کار رو کنید، اینجور نیست یهو از یه جایی. در ادامه خواهید دید که تو بحث پیانو زدن اینه ایسه علامی هست، از اینجا به بعد و شما دیگه ملایم بزن، اما این به تدریج باید این اتفاق بیفته. یا گهگاه می نویسن حتی اینو، این جزء اون مواردیست که جزء بحثای واژه‌ای هم هست که کرشندو می نویسه یا دی کرشندو، یعنی خلافش دیگه، ضعیف کردن تدریجی صدا، مثلا از اینجا باید شدید کنی دوباره یواش کنی. دینامیک دیگه، تو بحث دینامیکی که شاید در موسیقی کلاسیک خیلی بهش اهمیت داده میشه، اما در بحث موسیقی ایرانی شاید کمتر بهش اهمیت میدن و به صورت واژه‌ای هم به کار میره و این که دیگه حالا بحث راجبش در ادامه صحبت خواهیم کرد. بعد بریم سراغ قسمت نشانهای بیرون حامل، قسمت واژه هاش. میخوایم در مورد کیفیت صدا، حال و هوا، اینکه شدتش چجوری باشه، تمپو چی باشه، یه سری لغتهایی رو مینویسن، حروف حالا اینجوری مینویسن. یکی از اینها برمیگرده از 88 که به صورت اینجور مخفف مینویسن، یا گهگاه به صورت واژه کامل، بیشتر من دیدم مخفف چون خیلی جا کمه اونجا، نمیشه اینو همه رو نوشت. نشانهای بین برای این شدت صداست دیگه، همون داستانی است که اتفاقا همینجا اشاره کردم که این الان اگه اف بنویسن یعنی شما خیلی باید قوی بزنید، حتی شدت دسیبل صدا معلومه که با چه دسیبل اینا رو بگید تو مراجع پیدا میکنید، یا اینکه معادل با چی باید باشه، مثلا پیانو معادل حرف زدن یک آدم باید باشه، یعنی در این حد باید آروم بنوازید شما. ولی باز هم من عمدن اتفاقا نیاوردم که چند دسیبل باشه، چون این بستگی به احساس شما داره. شما دوست دارید پیانوتون در حد یک انسان حرف زدن انسان باشه یا یکم بیشتر باشه، اون حال و هوایی که آهنگ میخواد چی بگه اونو شما باید برسونید، و ممکنه یکی یکم پیانوش حال و هوای پیانو یا فورت پیانو زدنش، فورتش اینجا فورت پیانو زدنش خب فرق کنه با کس دیگه، اینا بستگی داره به حالش. ولی ها به ترتیب اینا رو دیدید، اف 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 اینا دیگه با صدای خیلی قوی، خیلی خیلی قوی، همجوری خیلی خیلی قوی، نیمه قوی، اندک پیانو فلان، و البته از اون ورم ادامه پیدا میکنه، پی پی، هرچون پی اضافه بشه به معنای اینکه خیلی خیلی ضعیف و الاخر اندکی ضعیف دیگه. ترجیح میدم شما، من توصیه میکنم وقتی اینا رو میخواید قطعه رو بنوازین با 7 تا 8 تا نوازنده مختلف اول گوش بدید و سعی کنید با توجه به این نکاتی که من میگم تفاوت اینها رو نسبت به هم ببینید، که پیانو نوشته اینجا آیا این پیانو با اون پیانو دو تا نوازنده متفاوت یکی زدن، و بعد خودتون از بین اینها سلیقه خودتون رو بتونید پیدا کنید. دیگه جزء مواردی که لغتی هستن توضیحی هستن و نشانهای توضیحی هستن. حالا خود توضیحی چیزی رو توضیح میدن به ما، مثلا چی شدت و ضعف صدا رو به ما میگن، رفته رفته ضعیف کرده، اتفاقا کرشندو و دیکرشندو و اینا جزء همین دسته قرار میگیره، داره به من توضیح میده که از میزان فلان تا فلان شما به تدریج صدا رو کوکی یواش بکن. یکی دیگه هم هست دیمینوئندو، که این دیم خیلی من دیدم اینا مینویسن، دیکرشن این مخفف هم مینویسن، این داخل پرانتزا هم دقت کن، گهگاه این داخل پرانتزا رو می‌نویسن، اینم رفته رفته ضعیف‌تر کردن صدا هست که شبیه همین دیکرشندو هست و الاخر. حالا اینا مواردی که خودتون میتونید ویدیو رو پست کنید و اگه لازم شد یادداشت بردارید. ده واژه‌هایی برای تغییر سرعت اجرا، که سرعت رو در واقع چیکار بکنید، اینم مواردی است که سرعت رو عوض می‌کنه، و یه علامت ستاره‌ای زده اتفاقا اینجا گفته تحت عنوان یه اسمی اینجا داره، یا زیرنویس ها هم دقت کنید شما مواردی که اشاره شده، مثلا این مورندو رفته رفته میراندن صدا در پایان یک قسمت بزرگ یا مستقل از یک قطعه ارکستری اجرا میشه، زیر صدا زیر نفس برای آوازه، حالا اینا رو خودتون دیگه میتونید نگاه بکنید. موارد دیگری که به سرعت نخستین که هست، اتمپو، همون سرعت پیشتری که بود به اون برگردید. واژه هایی هم برای حالت سرعت اجرای کلی قطعه یا وجود داره که
حالا راجبش بحث خواهد شد که رو مترونوم قرار داده میشه، اونو حالا بهش میرسیم. تمپوی آهنگ است. نشانهای حالت اجرا، یعنی این دفعه با شدت صدا و سرعت و اینا کار نمیم، چجوری بزنید، با چه حال هوایی بنوازید، مهرامیز، مهربانانه، بانشات، نمیدونم جاندار، اینا که خودتون گستاخ و چجوری میشه مثلا گستاخ نواخت، من نمیدونم واقعا، اینم خودش جای بحث داره دیگه. این همون داستانی است که موسیقی رو واقعا نمیشه با نوت بیان کرد. این چند بار الان من به این برگشتم، حالا موسیقی کلاسیک با اون همه قاعده، ولی چاره جز این نداره. حالا اینا رو من دقیقاً ترجمه کتاب ایشون اگه تهیه کنی که چه بهتر، ولی میتونید یادداشت برداری هم بکنید. نشانهایی که روی دستگاه مترونوم هستن، اینها رو معمولا اون اول مینویسن که شما آهنگتون، مثلا تحلیل هایی که من ارائه دادم نگاه کنید، مثلا گریف یعنی خیلی سنگین و یواش، که توی سونات پاتتیک موفمان اولش گریف کمتر استفاده میشه، پرستو دقیقاً عکسش، خیلی تنده. فکر کنم موفمان سوم سونات مهتاب جزو همین دسته باشه. موارد دیگه هم بینابینی. حالا سوال اینه که بعضی وقتا این لغت رو مینویسن، خب شما بالاخره مثل همون داستانی که گفتم بعد 10 تا اجرا رو گوش بدید ببینید بالاخره تند یعنی چقدر تند، ولی و احساسی است واقعا. ولی مثلا شما قطعه فانتزی موتسارت اگه گوش بدید، اصلا در وسط آهنگ این عوض میشه، یعنی یه جای یه چیزی نوشته بعد یه چیز دیگه میشه، و یعنی لزوما قرار نیست حتما با یه چیزی که شروع میشه مثلا با گریف شروع بشه تا آخر گریف بمونه، نه اصلا عوض میشه. حتما در همون سونات پاتتیک هم همین اتفاق میفته و تا آخر همینجوری نمیمونه. ولی حالا برای اینکه باز یه مقدار این کم می بشه، اومدن یک عددی براش تعریف کردن، گفتن گریف 40 مثلا، این بین 60 تا، خود اینم متغیره باز 60 تا 60. حالا این واحد ضربه ای که اینجا بحث میکنیم چیه؟ عبارت از اعدادی که در برابر هر واژه قرار گرفت. مفهوم آن این است که در هر دقیقه برابر با هر عدد واحدهای ضربه ای موسیقی گنجان، یعنی اگه مترونوم شما قرار تنظیم بشه توی هر دقیقه 40 تا ضربه بزنه یا 100 تا بزنه، یا هر چقدر میریم پایین تمپوی آهنگ سریعتر میشه دیگه. مثلا اگر تعیین شده باشه که نوت واحد ضرب در میزانی مثل 2/4، 3/4، 4/4 که واحدش سیاهه، نوت سیاه برابر با عدد 76 باشد، یعنی توی آداجیو تقریبا باشد یا اندانته بین این دوتا باشد، هر واحد ضرب سیاه باید 1/76 دقیقه طول بکشه. ولی من توصیه که اینجوری فکر نکنید، من موردی که گفتم فکر کنید، برید 10 تا قطعه رو همون فانتزی که من از موتسارت نام بردم، 10 تا اجرای بسیار متفاوت ازش من میتونم به شما نشون بدم. حالا کدوم به سلیقه شما نزدیکتر، شاید هیچ کدوم اونها رو نپسندید اصلا شما. بر برخی از مترونوم ها واژه اندانتینیو وجود ندارد، که این حالا به نظرم میتونیم رد بشیم. تو مترونوم چطوری نوشته میشه و این هم گفتیم خیلی دقیق نیست، سلیقه اجرا کننده، رهبر ارکستر، تنظیم کننده وابسته است و اینا رو هم خودتون مطالعه میکنید. این به مترونوم برمیگرده. حتی میگن گاه نام قطعه رو با همین میگن، یعنی میگن یه قطعه آلگرو مدراتو، یعنی اینقدر این معروف هست، یا قسمتی مستقل از یه قطعه مرکب از دو سهمند فلان با به این نام، مثلا میگن فلانی قطعه آلگرو نوشت توی ر ماژور مثلا. و در ادامه قطعه موسیقی تمپو عوض میشه یا حالت آهنگ عوض میشه، خیلی دینامیک داره دیگه، متغیر بالا پایین داره. مثلا زیبایی موسیقی کلاسیک در همین تغییرات هست، که مثال معروفی هم که زدم که این تمپو عوض میشه رو اشاره کرد. و این واژه هایی هم که هست که احکام این واژه هایی نمیدونم رمان و نمایشنامه و شعر و اینا هم هست دیگه، که احکام می نویسن برای دیگه آهنگساز میخواد اون حس و حالش رو تا حد ممکن به شما منتقل کنه دیگه.